هم شد و مشخص شد که اصلا واقع چی بوده چون بالاخره ادعی در این قضیه خط و خطا داشتن اتفاقاتی افتاده و طبیعتا بعد از اون بود که دیگه خود ستاد کل اقدام کرد به رسانه‌ای کردن یعنی ببینید من دوباره تکرار میکنم بنده در اولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم اونها به واسطه این که باید این مسئله رو بررسی میکردن ارزیابی میکردن بررسی حادثه صورت میگرفت دیگه از اینجا به بعدش دیگه مربوط به ستاد کله که واقعاً هم سریع این کار کردن ظرف 48 سال این بررسی ها صورت گرفت و عزیزان ما که حالا در هواپیمای کشوری محکم رد میکردن اصابت موشک رو اونا بر اساس دانستای خودش عمل میکردن من اعلام بکنم که اونها هیچ گناهی ندارن مقصر نیستن هر چی تقصیر است بوده ماست اونها ق... تقصیری ندارن هم هواپیما تور مسیر بوده خطایی نداشته هم هواپیما کشوری شرکت بود همه درست عمل کردن اگه خط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خط و خطا کرده چون در نیروهای تحت امر ما هست بالاخره مسئولیتش با ماست ما با جواب باشیم این به اصطلاح بعد از بررسی خب دوستان اومدن اعلان کردن این موضوع رو ولی هواپیما کشوری در واقع تجربه ای که داشتن چون نظامی که نیستن اونا بر این اساس که اگر موشکی به هواپیما بخوره بعد اون بالا منهدم بشه اونا میگن خب این منهدم نشده که این هواپیما دور زده میخواسته بره بشینه ببینید چون تو ارتفاع کم هواپیما مورد حسابات قرار گرفته توسط یک موشک کوتاه برد بوده این هم مجاورتی عمل میکنه این موشک چون سرجنگیش کوچک بوده و مجاورتی عمل کرده این هواپیما فرصت پیدا کرده در واقع یه مسیر به رو هوا متلاشی نشده بعد خوردن به زمین متلاشی شده لذا کسی از هواپیما کشوری در این قضیه مطلع نبوده و من اون عزیزان رو دفاع بکنم ازشون و شهر ما واقعا, واقعا همین بوده یعنی نه نیروهای مسلح بنای پناهکاری داشتن نه سپاه میخواست این کار رو بکنه ولی بالاخره ربالی بوده که انجام شد و ما متاسفیم از این حادثه و ما هم همچنان مثل خانواده این شهدا خودمون رو غم زده میدونیم و شریک غم اونها میدونیم ما هم عزیزانمون رو از دست دادیم و متاسفیم بالاخره اینها هزینه این شیطنت ها و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال میدادم بالاخره چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود. هواپیماهای جنگی، بعضی از هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه، احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم. ما خودمون آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه, یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد ببینید من نمیخوام اینجا کسی رو متهم بکنم بالاخره ما یه اطلاع رسانی داریم میکنیم طبیعتا گروه هایی که مسئول هستند، این حادثه رو بررسی بکنن رسیدگی بکنن اونها رسیدگی میکنن و اینها رو معلوم میکنن از دید من موقعی که شرایط جنگی میشه باید توسط مسئولین زیرب این اتفاق می افتاد ولی به هر ترتیب نیفت نه ببینید تو بخش هوانوردی هیچ اتفاق مشکل با اونها نیست از اونها خواسته نشده یعنی هر مشکلی هست به نیرای مسلح برمیگرده این خبت و خطا و مشکلی بوده در مجموعه نیرای مسلحه در بخش دولتی و کشوری و شرکت فرودگاه ها و اینا هیچ قصوری هیچ تقصیر اونها ندارن هیچ گناهی ندارن اگر از اونها ما میخواستیم یعنی چون وظیفه ما نبوده مسئول این بخش کسان دیگه ای بودن اونها باید این کار رو مدیریت و فرماندهی میکردن همان گونه که اون شب بنده در غرب کشور عملیات ضربات موشکی رو داشتم فرماندهی میکردم